devleti emniyeti milli tuğcukun şu mi numi dekabir tavasut televizyonu Badakhshan ve sayfahoy marbut ve mubalighonash dar şebakoy işlimoyi برنامه مفصل 45 دقیقه‌ای را با نام نیروی قانون درباره رویدادهای اخیر بدخشان نشر کرد. در این برنامه ادعا کرده می شود که در افغان گرفتن یاردمچی پراکورور نویه روشکالا عبدالستار عبیرزاده تنها عملی نبود که گلبدین زیوبکوف گناهگار می شد. به گفته مخالفان گزارش گلبدین زیوبکوف سال تولدش 1992 زاده و استقامت کننده دهه تودم نویه روشکالا معلوماتش اولی ملتش توجیک سال 2021 از همسرش جدا شده است صاحب یک فرزند سال 2017 با حدود 20 نفر دیگر به اجرای کاری پراکورور نویه انور نرزولوزاده در اومده او را تحقیر کرده است ماه اکتبر سال 2017 زیوبکوف به گفته مقامات به بنای حکومت آمده رئیس سابق نویه یوسف سلطان نویوبوف را تحقیر کرده است در گزارش گفته می شود که او پیوسته با کار ناظران منطقوی و کارمندان دولتی در نویه مانع ایجاد میکرد. بنابر این گزارش زیوبکوف همچنین 15 آگوست سال 2018 در بین آنهایی بود که وارد بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان شده رئیس آن وقته ولایت شادخان جمشید را لاتوکوب کردند. زیوبکوف را مقامات امنیتی همچنین به دست داشتند در تشکیل اعتراضهای روز 13 اکتبر سال 2018 در خوروغ و آتش زدن واگن در یک بازگاه بازرسی دولتی اوتوموبیلی در ماه ینوار سال 2019 نیز عیبدار میکنند. در برنامه گفته شد که مقامات جهت متقاعد کردن گلبدین زیوبکوف با اینکه اختیارا به مقامات تفتیشاتی حاضر شود تلاش زیاد کردند و از جمله معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ژنرال عبدالرحمن علمشوزاده ماه فوریه و مارس سال 2020 در این بابت سه مرتبه با برادر کلونی او انتظار زیوبکوف صحبت کرده است. سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی ولایت مختار کوهستان بدخشان ژنرال عبدالصمد سلیمزاده نیز ماه آگوست سال 2021 رئیس جماعت گدوالیف نویه روشکلا انتظار زیوبکوف و همسایه آنها با نام توکل را نیز به حضور خود دعوت کرده خواسته است تا زیوبکوف را به تسلیم شدن مایل کنند، ولی گلبدین زیوبکوف به گفته مخالفان این گزارش تسلیم شدن را رد کرده است. همین طور به گفته مقامات سال 2025 بار و سال 2021 به زیوبکوف 4 بار دعوتنامه برای آمدن به بازپرسی فرستادند، ولی او حاضر نشده است. در این حال پیوستمو عبدالمومنوف مادر گلبدین زیوبکوف قبلا گفته بود که برای پسرش یکم بار دعوتنامه نفرستاده بودند. ساکنان تودم همین طور ایدههای با خود سلاح داشتن گلبدین زیوبکوف را رد میکنند و میگویند هنگام روز بازداشت او تپانچه در مکان تیرپرانی 40 دقیقه بعد از کجای پیدا شد. اعتراضگران خوروغ بر اینند که سلاح را مخصوص خود مقامات پرتافتند که کشتن زیوبکوف را توجیه کنند. طوری از این برنامه برمیآید طاقت مقامات وقتی توق شد که بنا نقل سید جعفر اکرامزاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه روشکلا گلبدین زیوبکوف ساعت 10 شب 27 به 28 اکتبر سال 2021 سوار یک ماشین بی‌رقم تمغه BMW به نزد بنای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی نویه روشکلا آمده موسیقی را بلند مانده است و با صدای بلند فریاد کرده است که من زیوبکوف گلبدین هستم، بیایید مرا دستگیر کنید، مرا کسی دستگیر کردن نمیتواند، چه طوری که میخواهم در حدود نویه روشکلا میگردم. ولی ساکنان روشکلا میگویند گلبدین زیوبکوف به حمایت از زورا شونظر و برخاست و اگر مقامات در وقتش به اعتراض مردم گوش میدادند و عبیرزاده را جزای سزاوار میدادند مسئله تو به خونریزی و اعتراض نمیکشید. یک ساکن تودم گفت مقامات حالا تمام گناه را به گردن زیوبکوف بار کردنیاند. ولی اصل گپ از آنچه که مقامات در این برنامه میگویند خیلی فرق میکند. کمیته دولتی امنیت ملی میگوید روزهای 26 و 27 نوامبر از خارج کشور با لیدرهای گروه های جنایی شهر خوروغ اصلشو، نوروشو، خورسند و قربان یک مرتبه 500 هزار روبل روسی و بار دویم 13 هزار دلار فرستادند. بقیده مقامات امنیتی این پولها برای جلب جوانان با گردی همویی و دیگر جنایت ها و مقصد های مغرضانه صرف کردند. اما نمایندگان جمعیت های زادگان بدخشان در روسیه و امریکا و بامداد گفتند که این پولها رو مردم برای کمک به خانواده های اونهایی که در حادثه های اخیر کشته یا زخمی شدند جمع آورده بود.
و ادعای مقامات امنیتی اساس ندارد، در انجام برنامه از لیدران گروه های بدخشان طلب کرده می شود که اختیاراً به مقامات تفتیشاتی عذر شده ضرر رسانیده اشان به اقتصاد شهر خورخ و ولایت را جبران کنند. آنها را هشدار می دهند که اگر این لیدرها اختیاراً حاضر نشوند نسبتشان چاره های قاطعانه اندیشیده خواهد شد. مقامات جمع ضرر رسیده در نتیجه اعتراض های اخیر را حدود 7.7 میلیون سوموری برآورد کردند. در این گزارش تقریبا همان حرفهای صدا داد که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف روز 1 دکامبر در ملاقات با فعالان خورخ گفته بود، ولی اون وقت نماینده جامعه شهروندی گفت اگر زیوبکوف گناهکار می بود باید سود جزایش می داد، نه اینکه به چنین شکل به یگان تفتیش و حکم دادگاه کشته می شد. مرگ گلبدین زیوبکوف باعث اعتراض های در خورخ شد که در جریان آن 3 نفر کشته و دست کم 16 کس دیگر زخمی شدند. اعتراض ها در پی وعده مقامات به زیر نظر جامعه شهروندی و عادلانه انجام دادن تفتیش قضیه مرگ زیوبکوف و قربانیان دیگر انجام یافت. در برنامه نیروی قانون گفته شد که فعلا 7 نفر به نمایندگی از جامعه شهروندی نیز با جریان تفتیش حادثه های اخیر جلب کرده شدند. در این برنامه 2 نفر اونها منوچهر خالق نظروف و خورسند محمد شایف صحبت میکنند.